آنچرا دانشمندان در داخل کشتی نوح یافتن شوکه شدن. سلام دوستان، امروز چند کشف باستانی را برایتان توضیح خواهم داد، پس با ما همراه باشید. قدیمی ترین جواهر جهان. باستانشناسان در غاری به نام بزمون در جنوب مراکش مشغول کاوش بودند که ناگهان یک گردنبند در این غار پیدا میکنند. این گردنبند جزو قدیمی ترین جواهر در جهان به شمار می آید که قدمت آن 150 هزار سال تخمین زده شده است. این گردنبند تقریبا ترکیبی از 33 مهره صدفی از جنس صدف‌های طبیعی و جزو بدلیجات بوده است. بدون شک می توان گفت که این گردنبند یکی از قدیمی ترین و منحصر به فرد ترین جواهرات جهان است، و یا حداقل می توان اینطور گفت که یکی از قدیمی ترین جواهرات است که تاکنون به دست دانشمندان کشف شده است. می توان گفت 140 هزار سال قبل از آن که حتی اولین شهرها به وجود بیایند، مردمانی که در این منطقه بودند که از این گردنبندها استفاده می کردند. آنطوری که محققان باستانشناسان می گویند، صدفها و مهره های این گردنبند شبیه به گردنبند مورد استفاده در فرهنگ دیرینه مردمان آفریقای شمالی است. این مردم در دوران میانی عصر حجر زندگی می کردند. توالت های تماشاخانه. در نتیجه حفاری باستانشناسان، توالت یک تماشاخانه در شهر قدیمی ازمیر ترکیه کشف می شود که قدمت آن 2000 سال تخمین زده می شود. این تماشاخانه ها 7 برابر سینمای امروزی بزرگ بودند. تماشاخانه های زیادی در ترکیه، یونان و روم وجود دارد، اما برای اولین بار است که دانشمندان بقایایی از یک توالت خصوصی درون یک تئاتر پیدا می کنند. این توالت به شکل یو بوده و ظرفیت آن 13 نفر بوده است. در کنار این مکان یک تغار هم وجود داشته که احتمالاً داخلی آنها آب بوده و هنرپیشه ها از آن استفاده می کردن. این مورد ممکن است یک نمونه بسیار اولیه از تماشاخانه هایی باشد که در آن هنرمندان دارای امکانات اولیه مخصوص خودشان بودن. این تماشاخانه 2000 سال قدمت دارد. کشتی نوح. در زمانهای قدیم فرد به نام نوح زندگی میکرده که یک کشتی بزرگ میسازد و هر طبقه از این کشتی را به گونه خاصی از حیوانات اختصاص میدهد تا آنها را از سیل بزرگ نجات دهد. این کشتی افسانه‌ای در کوه آرارات، یک آتشفشان خاموش در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد. اسکن‌های سه‌بعدی از این منطقه نشان می‌دهد که این کشتی می‌تواند یک کشتی گم شده باشد. دانشمندان همچنین یک قایق را پیدا کردند که در زیر زمین مخفی شده بود و از لحاظ ساختاری شباهت بسیاری به کشتی نوح داشت. بر اساس گفته‌های کارشناسان باستان‌شناسی، این یک قایق زیرزمینی است. آنها می‌گویند در اسکن‌هایی که از این کشتی انجام دادند، زوایای سمت راست کشتی از چیزی ساخته شده که تاکنون در طبیعت مشاهده نشده، اما در زیر همین کوه حکاکی روی دیوارها که نشان می‌دهد این کشتی به دست یک انسان ساخته شده. البته تا زمانی که کوه آرارات حفاری و کاوش نشود، نمی‌توانیم با قطعیت و اطمینان بگوییم که کشتی یافت شده کشتی نوح است. این کشف باستانی همچنان به عنوان یک راز باقی خواهد ماند و هنوز معلوم نیست که این کشتی واقعا یک قایق پر از انواع گونه‌های مختلف حیوانات بوده یا یک کشتی معمولی. عرابه رومی. در کرواسی دانشمندان بقایایی از یک عرابه رومی دفن شده در کنار دو اسب پیدا کردند. اسب‌ها و عرابه‌ها هر دو به مرور زمان تبدیل به فسیل شده بودند. دانشمندان میگویند که این عرابه‌های دفن شده احتمالاً برای اجرای مراسمات و متعلق به یک خانواده ثروتمند بوده. این خانواده بسیار ثروتمند بودند. وقتی یک نفر از آنها فوت می‌شده، آنها دو اسب فر برا می‌کشتند و گوشت این اسب‌ها به همراه فرد فوت شده در کنار عرابه دفن می‌کردند، زیرا به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند و به این باور بودند که وقتی کسی می‌میرد، بعد از مرگش هم مانند افراد زنده نیاز به وسیله و غذا دارد. در زمان امپراتوری روم جاده‌هایی ساختند تا آنها را از طریق دریای آژه به دریای سیاه وصل کنند و از طریق این دو دریا به رود دانوب برسند.
در حالی که شما با خود احتمالاً فکر میکنید عربه کشف شده بخش جالبی ماجراست، فسیلی اسبهای کشف شده کنجکاوی بیشتری را در میان دانشمندان برانگیخته و آنها را مجذوب خود کرده است. محققان امیدوارند که بتوانند مکان پرورش اسبها را کشف کنند. اگر دانشمندان بتوانند کشف کنند که اسبهای زمانی امپراتوری روم در کجا پرورش یافتند، میتوانند اطلاعات بیشتری در مورد این خانواده ثروتمند که اسب و عرابه مال آنها بوده به دست آورند. سلای عصر آهن. اخیراً یک سلای جالب و شگفت‌انگیز متعلق به عصر آهن در آلمان پیدا شده است. آنها موافق به کشفیات مورد توجهی در بالای کوی ویلزنبرگ شهر شمالنبرگ می شوند. باستان شناسان 3 سال تمام را صرف کاوش در این منطقه کرده و یک سلاح کشف می کنند. این سلاح بزرگترین سلاح کشف شده متعلق به عصر آهن در منطقه است و نوع سلاح فرایند و مراحل پیچیده بکار رفته ساخت نسله را نشان می دهد. این سلاح ها همچنین اطلاعاتی در مورد مراسمات آینی جنگجویان هزاران سال پیش را به ما می دهند، مخصوصا بعد از پیروزی در یک جنگ بزرگ. شواهد کشف شده نشان می دهد که اطراف این کوه جنگ های بزرگ رخ داده است. سپس بعد از آن که در جنگ پیروز می شوند، برای جشن گرفتن پیروزیشان تمام سلاح های دشمن خود را به این منطقه می آوردند. به علاوه سلاح، آنها چیزهای دیگری مانند کمربند و افسار اسب های دشمن را نیز به این منطقه می آوردند. آنها اسلحه ها را تا جایی که می توانستند درب و داغون می کردند، شمشیرها را خم می کردند، افسار اسب ها را می شکستند و آنها را به عنوان نماد پیروزی در بالای کوه ها قرار می دادند. سالون بولینگ، سمعه یورکشایر. در دوران قرون وسطا سمعه فونتنیس در یورکشایر مرکز فعالیت‌های صنعتی بوده است، اما امروز این مکان به عنوان یکی از آرام‌ترین و بی‌سر و صداترین مکان در سرتاسر انگلستان شناخته می‌شود. امروز تحقیق و بررسی‌های زمین‌شناسی با استفاده از رادارهای مخصوص بیانگر وجود بقایای دفن شده ساختمان‌های قرون گذشته در این مکان است. اسکن‌های راداری انجام شده در این منطقه نشان می‌دهد آنچه که باستان شناسان از آن به عنوان سمعه بولینگ یاد می‌کنند در واقع تنها یک دباغ خانه قرون وسطایی بوده است. ظاهراً و با استفاده از اسکن‌های انجام شده ممکن است این مکان شبیه یک سالن بولینگ به نظر برسد، اما این تصور درست نیست. این مکان در واقع جایی بوده که در آن راهبه‌ها پوست حیوانات را دباغی می‌کردند و پوست‌های طبیعی را تبدیل به چرم می‌کردند که صنعت بسیار پرسود بوده. حتی قبل از آن که در این منطقه سمعه‌ای وجود داشته باشد، صدها نفر را به منظور انجام این کارها استخدام می‌کردند. محققان یک سنگ ساختمانی بزرگ در این منطقه کشف کردند. یکی از این سنگ‌ها به اندازه ساختمان چندین طبقه است که ارتفاع آن بیش از 100 فوت یعنی 3 متر است. تصویری از یک کارخانه قرون وسطی نشان می‌دهد که در آن راهبه‌ها مشغول دباغی کردن پوست حیوانات و تبدیل آن به چرم هستند. خب، کدام یک از کشفیات باستانی برای شما جالب بود؟ نظر خود را حتما کامنت کنید. تا ویدیوی بعد، بدرود.